ما اون اوائل از شما خواهش میکردیم که برای ما مطلب بفرستید و چیزهایی که میخواهید و انجام بدید، ماشاءالله بهتون و تشکر من، اینقدر مطالب میفرستید که من از اون چیزی که خودم در ذهنم هست و برای گزارش کرد تدارک دیدم بعضی وقتا دور میشم، مثل امشب. اما وقتی نگاه میکنم ببینم نکاتی که شما تذکر میدید از 100 تا مسابقه فوتبال مهمتره، یعنی همون چیزی که همش تو ایران صبح تا شب به عنوان ورزش و به عنوان تنها رویداد هیجان انگیز قرن نشون داده میشود. ایمیلی رو دریافت کردم که تابلوی یک خیابان رو نشون میداد. این خیابان به نام پروفسور حسابی نامگذاری شده، ظاهراً در ناحیه 7 شهرداری منطقه 1 تهرانه. اولاً واو پروفسور رو حالا رفته یه واو هم گذاشته، بعد تازه نوشته پروفسور دکتر، حالا خوب مهندس هم اگه ایشون بود حتما میذاشت. وقتی اون فراموشی رو دیدم و وقتی که این ایمیل رو دیدم و وقتی که چند تا چیز دیگه ای که حالا بهتون میخوام نشون بدم دیدم، به این رسیدم که همه ی حرکت هایی که ما دامن بهش میزنیم حرکت هاییست که اخلاقی نیست و ما میخواهیم اخلاقی نشونش بدیم. قبل از این که بخوانم خدمتتون این ایمیل رو، یه تیکه‌ای در رابطه با جامعه اخلاقی مونتاژی من کردم، چند تا چیز که دوستان فرستاده بودن و کنار هم اینو ببینید، بعد راجع به جامعه اخلاقی با هم صحبت کنیم. ما هنوزم نیاز مالی داریم؟ نیاز مالی؟ خب ما قهرمان جهان میشیم 80 تا سکه میدن، یک سال تمرین میکنی قهرمان اول دنیا بشی 80 تا سکه است. آره دیگه، حالا خودتون حساب کنید، یه مثاله یه دونه طلای جهان 80 سکه به قولی انتظارات هم بیشتره دیگه، حالا دوره برای خود آدم و حاجی حسین شما اید بخونید همه که حاجی حسینی خوندن، یه جایی رو ما گفتیم که الگو از بیگانه میگیرن، گروه هایی هستن تو خارج کشور ریششون رو یه جوری میذارن، باهاشون یه جوری درست میکنن، سمبل فساد هستن اون گروه ها، سمبل فساد هستن. بازیکن ما وقتی ابرو برمیداره من این قانون رو برای شما جوانه ما از این الگو بگیرن. شما اینو میگید واقعا خیلی خوب، اگه اینو میگید، اگه میگید که جوانه ما ابروشون رو بردارن، شما دوست داری که بیایی تو این جلسات، شما بیاید نظرتون بدید، آقای محمدی این جلسه تا این خوب پیش رفت، وگرنه شما نظرتون رو بدید، نظر شما رو استفاده میکنیم. احترام خودتون نگه دارید، اجازه بدید احترام خودتون نگه دارید، بنده که میبخشید به شما باج نمیدم، به بزرگتر شما باج میدم، به بزرگتر شما باج میدم، هر سب بنده که به شما باج نمیدم، به بزرگتر شما باج میدم، به بزرگتر شما باج میدم. گروه از بیگانه میگیرن، گروه هایی هستن تو خارج کشور ریششون رو یه جوری میذارن، باهان یه جوری درست میکنن، سمبل فساد هستن اون گروه ها، سمبل فساد هستن. بازیکن ما وقتی ابرو برمیداره جمهوره ما از این الگو بگیرن. شما اینو میگید؟ بسیار متشکرم از دوستانی که این تیکه ها رو اشاره میکنن، تذکر میدن و از من میخوان که راجع بهشون صحبت بکنم. رضازاده میگه 80 تا سکه میدن یه مدال قهرمانی جهان که بگیری، یه سال تمرین میکنی. دوستانی که توی برنامه 90 نشسته بودن، نفر سمت راست دکتر هست و رئیس کمیته انضباطی هست یا بوده، نمیدونم، فکر میکنم تعویض شده، کس دیگه ای آمده، آقای دکتر شریفی، به همکارش میگه من که به شما باج نمیدم، به گنده تر از تو هم باج نمیدم یا به بزرگتر از تو هم باج نمیدم. روی آنتن تلویزیون مسئول کمیته انضباطی، حاصلش
دو تا ورزشکار هم تیمی ما با پیراهن تیم ملی اینجوری میشه. ما باید خیلی درست عمل بکنیم، مسائل رو شوخی نگیریم.